و با امید که در گذشته تانه خانده باشین و با یاد گرفته باشین و همچنان کارخانگی خانگی تانه انجام داده باشین مطمئن استم شاگرده بسیار خوب و لایق هستین حتما انجام دادین و امروز هم مثل دروس گذشته مواد درسی که کتاب و قلم و کتابچه و تاریخ صنف هفت البته با خود داشته باشین تا در جریان درس نکات امده درس با خود یادداشت بکنین و هم سوالات کارخانگی که در آخر بر شما میتم او را هم با خود یادداشت بکنین خب درس گذشته ما شما چون تمدن بین النهرین بود و ادامه از او درس امروز یک تمدن جدید دیگه را می خانیم به نام تمدن قدیم ایران خب پیش از که به درس آغاز بکنیم اهداف اه برای درس تعیین کردیم که تا ختم درس امیدوار هستم ما شما به این اهداف برسیم که انشاءالله می اهداف ما ای است که آشنایی شاگردان با قدیمترین تمدن ایران یعنی شما شاگرد عزیز با قدیمترین تمدن ایران آشنا شوین و هم شهرها و محلات قدیمی ایران بشناسین و یاد بگیرین بی بود اهداف ای درس ما که تا ختم درس ما شما به ای اهداف میرسید حالا شروع میکنیم به درس جدید خود که تمدن قدیم ایران است شاگرده بسیار عزیز، دخترای بسیار خوب قسم که ما شما در درس های گذشته یا در مبحث گذشته خواندیم که به مرور زمان تعداد آریایی ها در بختی یا بلخ سابق نام بلخ بختی هم می و ام یا مادر شهرها هم او را یاد می اونجا زیاد شد آیستا آیستا مردم آریایی ها به مهاجرت روی آوردن و یک تعداد از آریایی ها به طرف شرق البته به هند شمالی مهاجرت کردند یک تعداد در خود آریانا ماندن و تعدادی هم به طرف غرب هجرت کردند او تعداد آریایی هایی که به طرف غرب حرکت کردند اول به ایران بعدا به ترکیه و بالاخره به اروپا رسیدند و آنهایی که در ایران متوطن شدند یا جاگزین شدند و منجر تمدن جدید را به نام تمدن فارس بنیاد گذاشتند کل ما شما به این مبحث بحث میکنیم و میخوانیم خوب شاگرده بسیار عزیز و دوست داشتنی اول در دا قسمت شهرهای مشهور امو وقت ایران یا ایران باستان گپ میدنیم کو شهرها عبارت بوده از سیالک، جیرفت، و شهر سوخته که از محلات بسیار باستانی کشور ایران بود مردم سیالک با مناطق همجوار خود البته روابط بسیار خوب و دوستانه برقرار کردند که از جمله با باشندگان مردم مندیگک بالبته در وا با بشندګان کنارهای دریای سند په موهنجو دارو و هرپا و په مردمان کنارهای دریای دجلہ وفرات اینه روابط دوستی پر قرار کړدان در غرب ایران هم مردمان ماد دولت ایجار کردن اما اشتایا کما شخصی بود که اینا را تحت تسلط خود قرار دادند. و بالاخره مادها در سال 553 قبل از میلاد توسط کوروش بزرگ و شکست مواجه شدن کوروش اساس دولت اخامانچی ها را بنیاد گذاشت و از جمله مهمترین امپراتوری های ها به شمار می ده. البته بعد از وفات یا مرگ کوروش و پسرش کمبودیه، چندین شاه دیگر از خاندان اخامنجی ها سلطنت کردند و بعد از او داریوش اول به سلطنت رسید و آخرین پادشاه از اینا داریوش سوم قدرت به دست گرفت که بالاخره در حملات اسکندر مقدونی با شکست مواجه شد امیدوار هستم شاگرد عزیز تا اینجا با ما همراه بوده باشین و درس فامیده باشین بعد از او سلوکیدی ها قدرت به دست گرفتن که توسط رومی ها اینا شکست خورد در وقت یک حراج مراج در ایران بود که رومی ها در یک گوشه و اشکانی در گوشه دیگه قدرت به دست داشتند و حاکمیت می کردند. که بالاخره اینا هم توسط امپراتوری ساسانی ها سقوط کرده و دوران حاکمیتشان خاتمه پیدا می و آخرین امپراتوری قبل از اسلام در ایران عبارت از ساسانی می باشه که ساسانی ها روی کار می و محسس از این خاندان بابک نام داشت که اینا پیرو مذهب زردشتی بودند یعنی دو وقت چون قبل از اسلام بود اسلام نبود اینا پیرو آین زردشتی بودند بعد از بابک البته پسرانش اردشیر و شاپور دوم به سلطنت میرسه که اینا در زمان سلطنت خود به مفقت های زیاد نایل آیند و آخرین پادشاه یا سلطان یا حاکم امپراتوری ساسانی ها البته یزدگرد سیوم بود که در سال 641 میلادی توسط مسلمین به حاکمیت از اینا خاتمه داده شد خب شاگرده عزیز دخترهای بسیار خوب و لایق حال خلاصه درس در روی یک چارت برتان تشریح میکنم شما هم در این موقع میتونید که نکات عمده را بر خود یادداشت تا به روز دیگه هیچ مشکل برتان در یادگیری درس باقی نمانه خوب توجه بکنین بچه ها تمدن قدیم ایران یا آیا تمدن قدیم ایران آگاهی دارید یعنی در شروع خواندیم که گفتیم در آریایی ها در بلخ گرفندگی میکردن کردن آیستا آیستا اینا تعدادشان زیاد شد و مهاجرت شروع کردند و یک تعداد به طرف غرب رفتند، یک تعداد به طرف شمال هند و یک قسمت هم به طرف در خود ایران متوطن شدن که اونا اونجا تمدن جدیره به نام تمدن فارس به وجود آوردند و البته در جنوب ایران یا در جنوب غرب ایران مادها اولین زمینی اولین دولت به وجود آوردن که توسط شخص به نام دایاکوما اینا تحت تسلط قرار گرفتن و بعد از دایاکوما هم چندین شاید دیگر اینجا به سلطنت میرسن و بالاخره حکومت مادها در سال سه میلادی توسط کوروش بزرگ با شکست مواجه میشه کوروش بزرگترین یا مهمترین پادشاه سلسله اخامنشی ها بود که بعد از, پسر بعد از کروش و پسرش کمبودیه البته چندین شاه دیگر هم اینجا به قدرت می رسند و بالاخره در حملات اسکندر مقدونی به حاکمیت سلسله اخامنشی ها خاتمه داده می در این وقت بعد از مرگ البته اسکندر مقدونی قدرت سلوکیدی ها میگیره و سلوکیدی ها هم توسط رومی ها به شکست مواجه میشه بعد از این رومی ها در یک قسمت و اشکانی ها در قسمت دیگه از ایران قدرت به دست میگیره که بالاخره توسط امپراتوری ساسانی ها اینا هم با سقوط مواجه میشن و با حاکمیت از اینا پایان داره میشه و امپر آخرین امپراتوری قبل از اسلام در ایران که عبارت بود از ساسانی ها روی کار می ره. محسس از خاندان بابک بود مربوط یا به نام بابک یاد می شد اینا پیرو مذهب زردشتی بودند و بعد از اینکه بابک فوت می دو پسرش اردشیر بابکان و شاپور به قدرت می رسه در زمان اردشیر و باب شاپور البته اینا مفقیت های زیادی به دست آوردند و بعد از اینا شاپور دوم که مشهورترین شاه امپراتوری ساسانی بود البته شاپور دوم در سن 16 سالگی یعنی ببینید شاگردا بسیار خرد بود اما بسیار آدمی اوشیار با سن 16 سالگی به قدرت میرسه و تا سن 70 ساله حکومت روایی داشت که بالاخره آخرین شاید ناکی از گرد سیوم بود در 641 البته حملات پای در پای که مسلمین در اینجا وارد کردن بالاخره حکومت ساسانی ها را ضعیف ساخته و از بین بردن و سلسله غزنویان روی کار آمد کی بود شاگردای بسیار عزیز خوب ما درس امروز ما شما که تمدن قدیمی ایران بود امیدوار هستم از این درس موضوعاتی که تدریس کردیم با خود گرفته باشین و با معلوماتتان افزوده باشن حال پیش از که در تا خاتمه ببخشیم چند سوالی برتان به شکل کارخانگی یادداشت کردیم شما هم این سوالات را با خود یادداشت بکنین و جوابای البته در خانه پیدا بکنین با همکاری فامیل و با کتاب از روی کتاب هم میتونین جواب این سوالات نوشته بکنید. این سوال های کارخانگی شما دو سوال است بسیار سوال های ساده هست اولی که محسس خاندان اخامانچی ها کی بود؟ یعنی اولین محسسشان کی بود؟ و سوال دومتان آخرین سلسله امپراتوران آخرین سلسله امپراتوران که ایرانی چی نام داشت فقط نامش هم بسیار ساده و آسان شاگرده خوب دخترای عزیز و دوست داشتنی ای بود درس امروز ما شما البته تا درس آینده که بازم در خدمت شما آذر خواد شدم شما را به خداوند بزرگ و یکتا می شاد و موفق و کامگار باشین خدا حافظ شما